روز هفتم مهر ماه 1395 دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر پیشین ایران در 93 سالگی در آمریکا دیده از جهان فرو بست. دکتر آموزگار که هم اقتصاددان و هم سیاستمدار بود در دوران فعالیت خود در ایران در پست‌های وزارت بهداری، وزارت دارایی و وزارت کشور انجام وظیفه کرده بود و بارها ریاست هیئت نمایندگی ایران را در اجلاس اوپک بر عهده داشت. آقای آموزگار از 7 اوت 1977 تا 27 اوت 1978 نخست وزیر ایران نیز بود. یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی که از نزدیک با دکتر آموزگار آشنایی داشت آقای سیاوش آذری است، خبرنگار پیشین خبرگزاری پارس و روزنامه کیهان در دربار شاهنشاهی که ایشان در کالیفرنیا اقامت دارند. درود بر شما آقای آذری. درود بر شما باد آقای میرزاده فرودی و درود به شنوندگان و خوانندگان گفتگوی ما. آقای آذری، شما خودتون بفرمایید از تجربه دیدار با آقای دکتر آموزگار از کی با ایشان آشنا شدید و از خصوصیات ایشون یه مقدار برای ما بفرمایید. عرض کنم که آقای، البته تاریخش رو به یاد ندارم، ولی در دوران گذشته که رژیم شاهنشاهی در ایران بود، من به اقتضای شغلم که تهیه خبر و پوشش خبر دربار رو به عهده داشتم، طبیعتا با پادشاه، شهبانو و اعضای دولت، فرماندهان نظامی در ارتباط بودم، از جمله با آقای جمشید آموزگار و برادرش کوروش آموزگار که وزیر آبادانی و مسکن بودن. آقای آموزگار به طور کلی اگر بخوایم شخصیتشون رو بررسی کنیم، همونطور که خود شما به هویت ایشون، به مشاغلشون اشاره کردید، هم حقوق خونده بود، حقوق اقتصاد، هم مهندس راه و ساختمان بود و هم مهندس انرژی. و آقای آموزگار به طور کلی انسانی عارف بود، اهل شعر بود، اهل موسیقی بود، اهل هنر بود به جای سیاست مدار. خب رشته های مختلف تحصیل کرده بود، مورد توجه قرار گرفت و با پذیرش مشاغل مختلف ترقی کرد، اومد تا به مقام نخست وزیری رسید. همین در این مقطعی که ایشون نخست وزیر شدن، اون دورانی بود که شخص شاه اعلام کرده بود که فضای سیاسی کشور باز میشه، زمانی بود که کارتر در آمریکا رئیس جمهور شده بود و حقوق بشر رو در سلوهی سیاست خارجی خودش قرار داده بود. از اون دوران بفرمایید آقای آموزگار با چه چالش هایی روبرو بود در اون دوره یک ساله‌ای که تصدی مقام نخست وزیری رو داشت؟ ببینید آقای فرودی، خود شما میدونید دجال معمولا با هم رقابت داشتن و امروز اگر به پرونده یکایی که دجال تراز اول نگاه بکنید، میبینید همه اینها با هم در رقابت بودن. مثلا فرض کنید که آقای زاهدی با آقای هویدا اصلا هیچ خوب نبود. وقتی که هویدا براش یک نامه می نویسه، ایشون زیرش یک کلمه می نویسه که هویدا می بره این نامه رو به شاه نشون میده و بعد پادشاه می گویند که ایشون در منزل بنشینه. خیلی هم آقای زاهدی لوس داشت. آقای هوشنگ انصاری از یک طرف، آقای نهاوندی از یک طرف، اینا همه چشم به پست نخست وزیری داشتن. آموزگار اهل این رقابت ها نبود، ولی خب رجالی بود که بسیار مورد توجه واقع شده بود و به همین علت به دبیر کلیه اوپک هم منصوب شد و لیاقت های خودش رو به پادشاه و مملکت نشون داد و بسیار بسیار شاه رو دوست داشت. آقای آذری، اگر یاد داشته باشی در نوامبر 2009 فرصتی دست داد که بنده و شما دیداری داشتیم با دکتر جمشید آموزگار در رستوران هتل واترگیت در واشنگتن و صحبت‌های زیادی با ایشون انجام دادیم. حدود فکر کنم 3-4 ساعت با دکتر آموزگار ما مشغول صحبت بودیم، هم من و هم شما. اگر به یاد داشته باشید، من بارها از ایشون خواهش کردم که بیاین در
یک برنامه تلویزیونی که در برای ایران پخش میشد میان و از اون ناگفته های انقلاب برای ما بگن که ایشون همیشه در اون جلسه تاکیدشون بر این بود که من نمیخواهم روی رادار آخوندها قرار بگیرم و میخواهم که زندگی آرومی داشته باشم و حاضر نشد که با ما در اون مورد یعنی حاضر نشد به صورت علنی صحبت بکنه، ولی به طور خصوصی اگر به یاد داشته باشید صحبت‌های زیادی انجام دادیم در رابطه با تحولات انقلاب. اگر مایل باشید یکی دو تا مورد از اون صحبت‌هامون رو خود شما اینجا نقل بکنید، مثلا در مورد همین نامه کذایی که به امضای شخصی که اصلا وجود خارجی نداشت احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات چاپ شد، در این مورد بفرمایید آموزگار نظرش چی بود؟ بله، عرض کنم که آقای آموزگار همونطور که خودتونم اشاره کردید، هم شما اصرار کردید هم من با این وعده که ما مصاحبه نکنیم تونستم موافقت ایشون رو جلب کنم برای اون دیدار. و به این ترتیب شما وقتی خارج از این به صدا توافق ما اصرار ورزیدید که بیان صحبت بکنن، گفتن اگر من بیام صحبت کنم توفه سربالاست، چی میدم چیزی نگرد. البته همین مسئله رو آقای شریف امامی هم به خود من گفتن موقعی که نیویورک بودیم، وقتی بهشون زنگ زدم گفتن بنده دارم حالا خاطرات خودم رو می نویسم. اینها حاضر نبودن ناگفته‌ها بیان با مردم واقعیت ها رو مطرح کنن. جمعیت آموزگار همونطور که یادتون هست برگشت که من با یک چمدان از مملکت بیرون اومدم و در اینجا چیزی نداشتم. آقای زکی یمانی وزیر نفت عربستان سعودی و وزیر نفت امارات به من زنگ زدن و پیشنهاد کردن که من با اون اطلاعاتی که در مورد فروش نفت دارم بیام برای اونا کار کنم. به این ترتیب بود که من استخدام شدم، کاری به دست آوردم و با دریافت حقوق تونستم یه خونه کوچیکی برای خودم بخرم. در رابطه با اون نامه احمد رشیدی مطلق که اگه یادتون باشه ایشون میگفتن که این یک پوست موزی بود که هویدا انداخت زیر پای دولت من. دقیقا این جمله ایست که شما خود رو نقل کردیم و گفتم آموزگار هرگز در این زد و خوردهای سیاسی با مقامات تراز اول شرکت نداشت و به همین علت گفت پوست موز انداختن زیر کابینه من. درست کسی بود و خب نیومد بگی که چه کسی، چه مقامی، چه شخصیت این کار کرد. خیلی انسان کنسرواتیف، خیلی محافظه کار بود. البته من فکر میکنم در اون دیدارمون آقای آذری ایشون به نام هویدا مشخصا اشاره کردن که وزیر دربار شاهنشاهی بود و این نامه رو هم ظاهرا آقای هویدا به آقای دانش همایون تحویل میده. بله، هویدا وقتی که وزیر دربار شده بود خیلی خیلی تلاش میکرد دو مرتبه مثل خوش وزیر رو به دست بیاره و همین علت خیلی تلاش کرد این کار رو، اینا رو از به صدا سکه بندازه، اینا رو بی اعتبار بکنه که خودش بتونه، ولی موفق نشد. زیرش بگید من الان که گفتید بیادم اومد. بله، در رابطه با آتیش زدن سینما رکس که در واقع باعث برکناری دولت آموزگار شد اندکی صحبت بکنیم. میدونیم که اون حادثه که در 28 مرداد رخ داد باعث شد که جو عمومی برانگیخته بشه علیه رژیم حاکم و دولت وقت رو مردم مقصر بدونن به خاطر این جریان. در اون مورد آقای آموزگار چه نکاتی رو بهش اشاره کردن؟ به یاد دارید آقای آذری؟ بله، آقای آموزگار گفته بود که صریحا گفته بود که این سینما رو آخوندها آتش دادن و یک مقام موثق دیگه هم که من نمیتونم اسمش رو بیارم و موقعیتش رو ذکر کنم، او هم همین هم خوزد. اون موقع جرب طوری بود که هر چیزی به ساواک اگر میچسبوندن فوری مردم باور میکرد، این مردم میپذیرفتن. آموزگارم گفت سینما رکس آبادان رو آخونده آتیش زدن تا بتونن به مقاصد خودشون برسن که رسیدن. بعضی از منتقدین آقای آذری معتقدن که عملی که شاه انجام داد در پذیرفتن استعفای دولت آموزگار این تصور رو در ذهن جامعه جا انداخت که دولت مسئول این آتش سوزی بوده و این کار درست نبود و میبینیم که شخص پادشاه فقید هم در کتاب
پاسخ به تاریخ به همین نکته پاسخ به تاریخ. اشاره کرده و من دقیقا این جملاتش رو میخونم. میگویند که آقای آموزگار داوطلب استعفا شد، من استعفای او را پذیرفتم، ولی اکنون باید اعتراف کنم که قبولی استعفای او اشتباه بزرگی بود. من هرگز نمیبایستی با کنارگیری این مشاور صدیق و بی‌غرض و دانا موافقت میکردم. این عین صحبت‌های پادشاه است. بله بله، من هم این اتفاقا اخیرا خوندم و به شما بگم در این حال از برایند به صدا آنچه در ایران اتفاق افتاد، الان که دور دور مقایسه هاست و به یافتن و دانستن حقایق هست، حالا ما پی میبریم که رجال مملکت ما چقدر پاک و صدیق بودن. آنچنان که پادشاه فقید ایران در کتاب پاسخ به تاریخ است، آموزگار به عنوان یک چهره و یا یک رجل سیاسی پاک داره نام میبره. توجه میکنه این چیزا حالا اما چه سود واقعا اتفاقات رخ داده و خیلی خیلی مسائلی بود که ایرانی ها به اصطلاح باورش کردن. یکیش نمیدونم، همونطور که آقای پرویز ثابتی در کتاب دامگه حادثه نوشته، یکیش مثلا یک چمدان هروئینی که از نمیدونم بالا از اشرف آلمان کشف شده بود یا تختی رو شاه کشت و و و و اینها. الان دیگه مردم ایران به حقایق پی بردن. آقای فرهودی مطمئن باشی در هر شرایطی که این وضع ادامه پیدا کنه، چه تغییرات دیگری در جامعه ایران رخ بده، مردم ایران بسیار بسیار آگاه شدن با توجه به تنوع وسایل ارتباطی، مخصوصا شبکه‌های اینترنتی. الان همه چیز آشکار شده برای مردم، از جمله شخصیت شخص آموزگار که الان از دست رفت. اما به شما عرض میکنم که آموزگار که به مرگ طبیعی رفت و اون شب ما هیچ اثری در وجنات و سیمای ایشون از مرگ ندیدیم، حتی در ظاهر ایشون تغییری حاصل شده، موهای خودشون جمع کرده پشت سرش، خیلی نوگرام بود در این حال. اما حادثه که برای خانم ایشون اتفاق افتاد یک حادثه خیلی دردناک دیگری بود. همسر ایشون که اتریشی الاصل یهودی بود، به اتفاق خانم های دوستان خودش میرن به نهار هفتگی، وقتی غذا میخورن استخوان مرغ و گلوشون گیر میکنه، خفه میشن. و این اتفاق در زندگی آموزگارم قبل از فوت خودش رخ داد برای همسرش. بله، و ایشون در اون دیداری که داشتیم اتفاقا اشاره کردن که بعد از فوت همسرشون یک بورسیه گذاشتن، بکنم میگفتن سالی اینم 5,000 دلار یا ماهی 5,000 دلار به یک دانشگاه اهدا میکنن برای اینکه به نام همسرشون این بورسیه رو تعیین کرده بودن. آقای فرقی مثل همیشه من باید باشم اون مصاحبه کنم که اطلاعات شما بیشتر از منه. به صدا میکنم. ولی فکر میکنید جناب آذری از آموزگار چگونه باید یاد بشه در تاریخ به عنوان یک نخست وزیر پاکدامن چگونه؟ ببینید، دبیر کلی حزب رستاخیز هیچ بار منفی نداره که ما ازش یاد کنیم که آموزگار تصدی کرد. آموزگار شخصیت والا، انسان ایرانی، شایسته، دانا، دانشمند بود و بالاترین کلمات و فاخرترین جملات باید از دکتر جمشید آموزگار یاد کرد. آموزگارها از جهانگیر بگیرید، از کوروش بگیرید، جمشید بگیرید، همه و همه اینا چهره‌های شاخص از یک خانواده در عرف سیاسی ایران بودند. آقای آذری، از برنامه خاکسپاری دکتر آموزگار هیچ اطلاعی هست؟ جای اعلام شده در آمریکا؟ نه متاسفانه، من به علت بعد مسافت من میدونید در لس آنجلس هستم. آموزگار در شامی که با هم خوردیم در ویسکانسین بود، یادتون باشه در واشنگتن بود. بله بله بله، ایشون در بتستا زندگی میکردن. نه من خبر ندارم و اگر میداشتم حتما ذکر میکردم. آقای آذری، قبل از اینکه ازتون خداحافظی کنم، یک نکته دیگه به یاد آوردم از اون دیدار در رابطه با قطع بودجه برخی از این معممین که میگفتن شایع شده بود که اوقاف به دستور آموزگار این بودجه رو قطع کرده بود و این باعث ناآرامی در میان معممین شده بود، ولی آقای آموزگار اگه یادتون باشه اون شب مؤکدن به ما اظهار داشتن که این دروغه و هیچ بودجه‌ای به دستور ایشون قطع نشد. اما یک مسئله هم که ما بهش نپرداختیم این بود که صدام حسین به وسیله جمشید آموزگار به پادشاه پیغام داده بود که من خمینی رو اینجا از بین میبرم، سرش میکنم زیر آب. شاه جواب داده بود نه نه، دست به ترکیبش نزنه که این امام میشه. و این رو خود آموزگار به خود من گفتم.
و موند خمینی و دیدید که چه به سر مملکت ما برد. نکته دیگری هست بخواین اضافه کنیم به گفتگومون آقای آذری؟ نه واقعا براش طلب آموزش روح میکنیم و خدا رو بیامرزد و باید مردم ایران قدر خدمت گزاران خود شده بدونن اگر حوادثی مثل حادثه سال 57 بر اینها تحمیل بشه باخر. سپاسگزارم از شما جناب آذری که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.